ما زمان کافی نداشتیم برای اینکه ملاقات به اون صورتی که دلخواه و مفید باشه و نقطه نظرات به طور کامل تأمین بشه هماهنگ بکنیم، یه همچون فرصت و وقتی نبود. به همین دلیل در واقع نپذیرفتن من بر این مبنا بود که وقت کافی برای هماهنگی برای یه همچون ملاقات وجود نداشت. میدونید بین ما و آمریکا مسائل بسیار فراوانی وجود داره. به هر حال 60 سال هست که آمریکایی‌ها با ایران قبل از انقلاب و به ویژه بعد از انقلاب تنش‌ها و تخاصم‌هایی وجود داشته. مسائل مهمی در منطقه ما و نسبت به ایران وجود داشته. خب اینکه ملاقاتی در سطح دو رئیس جمهور بخواد لااقل بعد از 35 سال تحقق پیدا کنه، نیاز داره به هر حال به یک مقدماتی که شاید این کار نارس بود و نمیشد به اون خوبی که مورد نظر ما لااقل بود انجام بگیره. به همین دلیل این ملاقات انجام نشد و ما به اونها اعلام کردیم که در این سفر این ملاقات از نظر ما مقدمات لازمش فراهم نشده. البته حالا در آمریکا خیلی سر صدا شد و رسانه‌های آمریکایی به این عنوان مطرح کردند که آمریکا در این زمینه تحقیر شده، درخواست ملاقات کرده و رد شده. البته به این شکل نبود. منم در یک مصاحبه توضیح دادم که زمینه کافی و لازم برای این ملاقات وجود نداشت. بعدش دیروز درست در لحظه‌ای که ما آماده حرکت به سمت فرودگاه بودیم به من اطلاع دادن که کاخ سفید تماس گرفته با نماینده دائم ما و سفیر ما در نیویورک و آقای اوباما مایل تلفنی چند دقیقه‌ای با من صحبت کنه، که خب این کار انجام شد در همون لحظه حرکت. اونها تماس گرفتن با موبایل سفیر ما و این مکالمه انجام گرفت با آقای اوباما. بحثی که با آقای اوباما ما در تلفن داشتیم عمدتاً مسئله هسته‌ای بود. من گفتم در اون تلفن که مسئله هسته‌ای ایران نه تنها حق مردم ایرانه و نه تنها بحث توسعه‌ای ایرانه، بلکه بالاتر بحث غرور ملی ملت ایرانه. ایشون گفت که ما حقوق هسته‌ای مردم ایران رو بهش اذعان داریم. من گفتم که بحث پنج به اضافه یک و حل و فصل مسئله هسته‌ای با دریچه‌ای که مردم ایران گشودند فرصت زیادی نیست و باید در این کار تسریع بشه. ایشون گفت در این ایده ما با هم مشترک هستیم و من به وزیر خارجه دستور میدم که تسریع بشه. عمده بحث ما این بود که ما در زمینه مسئله هسته‌ای بتونیم سرعت بیشتری به کار بدیم. من قبلا هم گفتم که هر گونه فعالیت سیاست خارجی ما بر مبنای منافع ملی ما، مصالح ملی ما، در چارچوب عزت و حکمت و مصلحت خواهد بود و سیاست کلی که مقام معظم رهبری ترسیم کردن. و بنابراین جایی که ما ضروری بدونیم برای مصالح ملت، منافع ملت و مخصوصا حقوق ملی ما و رفع مشکلات، به هر حال برخی از مشکلات بر مردم ما تحمیل شده، غیر قانونی بوده، ناصحیح بوده، نادرست بوده، ما این مشکلات رو باید رفع بکنیم و باید در این زمینه انعطاف داشته باشیم، انعطاف حکمت‌آمیز. باید در این زمینه‌ها نرمش داشته باشیم، اما همطوری که رهبری معظم فرمودند این نرمش باید قهرمانانه باشه، کاملا اصول آرمان مد نظر باشه و حتما عزت ملی ما مد نظر باشه. من واقعا در این سفر احساس کردم که
همه مقامات به ایران بزرگ، به ملت بزرگ ایران، به نقش ایران در منطقه و جهان اذعان دارند، اعتراف دارند. هیچ مقامی نبود که با من ملاقات کنه، از عظمت این انتخابات حرف نزنه، از عظمت ملت ایران حرف نزنه. همهشون بدون استثنا، حتی آقای دبیر کل بحث مفصلی داشتن راجع به شرایط جدید، موقعیت جدید ایران، و من همه اینها رو در سایه حضور مردم در انتخابات، اون حضور 73% مردم، نشاط مردم، و بنابراین وقتی ملت این همه عظمت داره، به طور طبیعی ما میتونیم به پشتوانه این ملت، با حمایت این ملت، با رهنمودهای مقام معظم رهبری، مسائل ما هرچند پیچیده باشه اون رو حل و فصل کنیم. و من در این سفر بهتر لمس کردم که این کار زمینش در دنیا وجود داره. ما باید قدم به قدم بریم جلو. البته مشکلات یک روزه و یک شبه حل و فصل نمیشه، اما حتما راه به سمت حل و فصل مسائل وجود داره، و باید امید ما و امید ملت ما بیش از همیشه وجود داشته باشه تا انشاءالله ما به اهدافی که مد نظر ملت ما هست دست پیدا کنیم.